السلام علیکم. اینک با خبر و رویدادهای مهم روز بخش اینفورماسیونی پیام روز باز تقدیم شما می‌گردد و در سودی با شما جهانگیر صابر. در آغاز بخش اینفورماسیونی پیام روز دقت شما را به موضوع مهمترین روز تاج ویروس و یعنی پاندمی کرونا ویروس جلب نمودنیم. در ازبکستان شمار سرایت یافتگان بیماری کرونا ویروس از 25000 نفر افزود. شمار صحت یافتگان باشد بیش از 12000 نفر را تشکیل می دهد. سازمان جهانی تندرستی مدت ادامه پاندمی را پیشگویی کرد. در بیانیه این سازمان گفته شده است که پاندمی می تواند خیلی در ادامه یابد. کمیته تاکید می کند که وضعیت در جهان همان خیلی مرکب است. سازمان در زمینه مبارزه با کرونا ویروس چاره بینی های کشورها را خیلی مهم می داند و جوانان را به پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس دعوت می کند. سازمان جهانی تندرستی اکنون بعد 3 ماه وضعیت وابسته به پاندمی جهان را ارزیابی خواهد کرد. بنا به معلومات ها حالا در جهان شمار مبتلایان کرونا ویروس بیش از 17.5 میلیون نفر بوده. پاندمی 188 کشور را فرا گرفته. در ناحیه سوخ نیز هستند آنهایی که مبتلای بیماری مذکور گشتند و در عین حال در شفاخانه سرایتی دهه هوشیار تبابت گرفته ایستادند. ما به شفاخانه دهه هوشیار رفته حالت را نواربرداری کردیم. دستکشی از پوشیدن نقاب طبی که از خطای کلانترین مردم در زمان پاندمی می باشد گفتند عالمان طب، اما امروز دوچار می آیم آنهایی را که بی‌پروا به نقاب طبی در کوچه ها می گردند. با قاعده های قرنطینه رعایت نمی کنند، لیکن امروز وضعیت خیلی جدی می باشد. بیماری مذکور در ناحیه سوخ نیز وجود دارد. در ساختارهای اجتماعی هر گونه افکار فتنه انگیز پهن شده ایستاده است که در سوخ بیمار نیز گویا برای بازداشتن کارهای بنیادکاری در ناحیه این کار را تشکیل کرده ایستادند. این گفته های بی اساس و فتنه انگیز را اصلا باور نکنید و ما به همین خاطر امروز با بیمارانی که صحت یافته به خانه اشان برگشتند هم صحبت شدیم. وضعیت را از زبان شخصی که مبتلای ویروس شده امروز با سعی و حرکت شفاکاران صحت یافته به خانه خود برگشته است میشنویم. 21 ایون انده اومدم. این جدی کسل بده است. این که تحزل ناز نه. اینه همین دولت ما برورده که کارانتین گفته خلق ما یک کارانتین احتیاط کسش پر رویا کما دار کر. علاجش باشد بیشتر اهمیت دوانا ما دار کر که من در اینجا سه چیزی که واقعی ما گوه شده برام سویم. یک چند تا بنا کسلی های اومده که جدا وزمن حالتان در اومدن. رحمت همینجا دختروش به همشیره هاش به دیگه دیگه کارگاروش به که همه های هم ماشین ساخت سلامت پاچه و راست کده من برورده گیسی کسی هم. شرایط ها چکل در؟ شرایطی ها بین های نقص. خودتی خودتان زکست که شرایط در اینجا اوه قدشان ناز، همشیره ها خزمتن در دایم خزمه رسانی خوب خزمه رسانی خوب جید و خزمتوی ناز کدن من همون یک سه چورت میسیستر ها نوات به نوات اومده در اومده دیده بر اومده انون سنیتر که همه هم جید و جو همه نگه کنانده بی نوحیت شرایطش ناز در این اولان نیکن در این بشکی نغلتد تنه ساخ شود همه دولت برورده گی تومان همونده برورسوده تا برسوده گی یعنی سیاستوی کارانتینه مستحکم قبن رعایه کنند، اهمیت خدا نگه دارد، لانم یورت ما تین شود، تن ما ساخ شود، دیگه کسلی پیدا نشود. خود روش خیلی حس میکنید این روز؟ من حاضر بی نوی نخواهم هست کسی هم. من آمگه روزم ناز نبید. تعریف میکنه اگه روز وقت نبید. لیکن این دکتر رو میدوند شرایط من چی دیگم بید. انا حاضر من ناز شدم، بازم سلامت خونم با گستی هم. لانم که درنه همینده باشد، ساخ سلامت من باید خونش به نیت ناز که بیش بچکش بگردد. شفاکاران قهرمانان زمانند. امروز مردم ما با دشمن ناپدی جنگ دارد. در این جنگ ما و شما را شفاکاران حمایه کرده ایستادند، یعنی در صف پیش شفاکاران می باشند. امروز 4 نفر شفاکاری از ولایت جلب کرده شده و شفاکاران شفاخانه سرایتی ناحیه تحت رهبری مهربان بالطیف برای تبابت بیماران با جد و جهد سعی و حرکت کرده ایستادند. ما بحر روشنی انداختن به وضعیت حالت کنونی بیماران با شفاکار مهربان بالطیف نیز صحبت آراستیم. السلام علیکم خلق سوخ زمین. من افسوس که در قطار یک چند ریسپولیک و ولایت ها که در کسلی کرونا ویروس پهن شده بود، افسوس که در ناحیه ما هم کسلی کرونا ویروس پیدا شد و امروز در شرایط شفاخانه تبابت گرفته استادند.
همین را میگفتگیم که ما در ناحیه برای کسلی های کرونا ویروس شرایط ها همش تیار کرده موندگی دور درمان ها طرف به طور کافی هستند به طور کافی رسانده دودگی پلاته های ریانیماسیونی هم با درکاری در ضرور جهاز ها تامین کرده شدگی من ایویل اپارات ها ما های کیسلرودوم ها های اکسیژناتور گفتگی اپارات ها ما های برای کسل ها متخصص ها من فرغانه آمده در اینجا ریانیماتولوگ، اینفکسیونیست، لبرند اپیدمیولوگ برچ ها ما هم قطعی من یوردم کرده کورو تشکیل کردیم من در همین کورویی که در برای گوسپیتال تشکیل کردن و گوسپیتال همه خیل در رایون همون برای کورو بردنش از نزدیک ما حمایه کرده از بیرون یوردم کرده که حکیم ناحیه همون مینداری میکنم برای آنکه و یا بسیار از نزدیک دویم از حال ما خبردار شده دویم در باره دورو درمان میشد می در دیگه ما دویم از نزدیک یوردم کرده ایستادن. امروز ها در شبکه های اجتماعی بعضن فکرهای پیدا میشه یعنی نوشته ایستادن همدیارانمون که بعضی همدیارانمون گویا در ناحیه کسل نیست آنها رو گمان کرده اند برای همین برده به قرنطینه گرفتن در شفاخانه یا اینکه دیگر سبب ها گفته هر خل سخن های فتنه انگیزانه پهن شده ایستاده است در همین خصوص ایستاده میگشت. البته این فکر رو به گوش ما هم رسید من و این همه خیلی گفتنی هم که به خلق سوخ زمین از 12 ایولی 2020 در رایان ما این کسلی عنیق شد در موبین احالی حاضر هم من یک چند دو سه مرتبه من صحت شدگی ها براورده به خونش رخصت داده شد انا بو موندگی ها کسالی هایی که نو پیدا شده آمده ایستادن اونها در شرایط استاسیونر در شفاخانه بابت گرفته ایستادن افسوس که بعضی آنها در حالت وزمین به ما مراجعه کردند من در اینجا من اومدگی روز ما مجبور شدیم که بیمار رو به ریانیماسیون شعبه خوابانه و چوره های ریانیماسیون بینیم البته این به ما بسیار دشواری آورده من همین سبب به خلق همیشه رو گفتنی هستم که این کسلی در ما وجود دارد در بالای این حالت های وزنین هم به نظر رسیده ایستاده است من احوال وزمین بعضی من اما شفا گرفته برآمدگی آدم ها هم همین چیز به گواه شده ایستادن من حاضر در شفاخانه دو نفر احوال بیمارمون وزنین احوالنده تبابت گرفته ایستاده است ما البته و یا حاضر به خلق نشان دادن نمیتونیم خدا خواهد سلامت شوان برآمده خودشان نقل می همین در همین باره به واسطه تلویزیون به خلق نقل کرده میتیم. امروز چند نفر به خاندان خود برگشتن صحت یافتن؟ امروز من 6 نفر بیمارانی که در اینجا تبابت گرفتن به خانواشون برگشتن. آنها واقعا بیمار بودن و امروز صحت یافتن همینطور؟ البته آنها بیمار بودن و امروز من بعضی هاشون به 10 روز شد، بعضی هاشون به 12 روز شد، بعضی هاشون به من 5-6 روز شد، همه خیلی تبابت گرفته بر آمدن. برای اول خلق همه خیلی من مراجعه کرده به خلق سوخ میگفتگی هستم که به این کسلی جدی مناسبت کردن در کار. البته به چوره های قرنطین سخت رعایه کردن در کار این بی سبب به هر جا به مگزین ها به دیگر جا ها به دیگر قشلاق ها نبرامدن در کار اگر ما چوره های قرنطین رو هم در عمل اجرا کنیم هم ما یک سب با صبر و طاقت باشیم
бо гуфтаҳои шифокорон якҷоягӣ гапи шифокорон масъулиятҳои шифокорон ба амал кунем агар мо ин касалиро дар раёни суғ нест карданамо мумкин дар дани як мо ду мо нест карданамо мумкин агар мо ҳамин хел бо пароканда шуда бо баъзе масалан хонаҳонда ҷамъ шуда шиштан хонаи хешу тавор ба рафту биё кардан падару модарро хабар гирифтан ҳамин хели чизоро бояд мо сахт карантин карда ҳамин чизо дошта намодар ман худо ба шукр мекунам ки бова ҳозир калонсоло омадагӣ не масалан 60 сола аз 60 боло 70 80 солаҳо худо ба шукр мана имрӯз дар шифохона ки нестам мо нисбатан хотирҷамъ лечения карда гаштем агар оянда ва ҳолат ҳамин хел карантин вайрон шуда ҳамин хел халқ нафаҳмида ба чораҳои карантин амал накунанд оянда рӯзои вазмин ба оварданаш мумкин аст барои те шифо ёфтани беморон пеш аз ҳама иммунитети онҳоро афзудан лозим аст ва барои он ба онҳо хӯрокҳои сервитамин додан лозим гуфт шифокор дар давоми нутқаш ба ғайр аз имкониятҳои давлат фароҳам оварда шахсони саховатпешаи ноҳия низ дар дастрас намудани маҳсулотҳои хӯрокворӣ ба шифохона дасти мадад дароз карда истоданд мо аз мардуми суғ хеле миннатдорем гуфт шифокор ба телевизиони суғ муроҷиатҳо тавассути канали телеграми мо омада расид ки мутахассисону мутасаддиёнро ба риштаи суҳбат кашида оиди вазъияти вобаста ба коронавирус روشنی اندازیم، مراجعات احالی را به اینابت گرفتیم و به متصدیان و متخصیصان صحبه داراستیم. و امروز به هر یکی شما معلوم است که در تمام گوشه و کنار ازبکستان محدودیت های کارانتین پرزور کرده شده است. مقصد اساسی تکرار شود هم میگویم که گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس میباشد. زیرا امروز کرونا ویروس علاقه به پاندمی تبدیل یافته تمام عالم را ضبط کرده است و از این مردم عالم اذیت کشیده ایستادند. خوشبختانه در ازبکستان برای گرفتن پیش راه بیماری مذکور تبابت نمودن بیماران البته چاره های ضروری اندیشیده شده است و متاسفانه در ناحیه سوخ نیز آنهایی که به بیماری کرونا ویروس مبتلا گشتند پیدا شدند و آنها در بیمارخانه سرایتی دهه هوشیار تبابت گرفته قسمی از آنها صحت یافته علکه به خاندان خود برگشتند و حالا ما در اساس مراجعت احالی به استودیا رهبر مرکز سانیتری اپیدمیولوژی و آسایشتگی ناحیه منوچهر احراری را دعوت نمودیم و به بعضی سوال ها از آن کس جواب عمیق خواهیم گرفت. خوش آمدید. سوال اولین ما به شما، من شما هم در بیمارخانه سرایتی تبابت گرفته نوکک برآمدید، میخواستیم سر اول در همین خصوص ایستاده میگذشتید، چون که در ساختارهای اجتماعی اگر خود شما هم خوانده ایستاده باشید میگویند که بیماری به ناحیه نامده است، این دروغ است، یا اینکه با مقصد بازداشتن کارهای بنیادکاری در ناحیه همین چیز را تشکیل کردند که گفته های فتنه انگیز، فکرهای فتنه انگیز را پهن کرده ایستادند. خود شما به این مسئله روشنه میانداختید. السلام علیکم همدیاران عزیز. در حقیقت به نزدیکی خودم هم با همین کسری دوچار شدم و به نزدیکی در تبابت خانه سیراوتی دیه یوشیو تبابت یافته به خانه روانه شدم. من خدا و شکر که امروز در پهلوی شما صحت و سلامتیم و در خدمت خلق تمام سوخیان هستیم. در حقیقت حاضر در ناحیه سوخ تصدیق شده کسلا 7 دانه است از سر موسوم، لیکن تا امروز تمام کسلی هایی که تصدیق شدگی بود به خانه روانه شدن، جواب شدن، در خانه ماندگی گویند که 10 روزی برای و تمام صحت شدنش رو در خانه میگذرانند. لیکن حاضر در شفاخانه سیراتی دیه یوشور دو نفر بیماری که احوالش کمتر وزمی نید دوا گرفته استوده است، تمام چاره ها رو دیده استودیم و خودم که از سرم همین کسلی رو گذراندم تفسیه خودم رو به همون شفاکاران گفته استادم، یعنی که برای ویو هم یاردم شد گفته تمامی که در خودم علم هست نسبت همون کس پیشگیری کسلی تبابت شدن همین کسلی چخیل که از کتاب ها از اینترنت ها خونده استادم و بیمارخانه
که سیلواتی هشدار کار میکنن شفاکاران و ویان مسئله داده استوده. لیکن حاضر یک چیز نگفته نمانم، حاضر ما برای همین کسلی کم شدنش من شفاخانه مرکز در شفاخانه مرکز قویده های کارانتین رو سختر جاری کردیم که شاید که از درونی همین کسل ها شاید که دختران خودمون یعنی شفاکاران خودمون و همین کسل دوچار نشود. سببش همین است که در ناحیه سو خواهد شفاکاران خیلی عددش کم آید، از همین سبب ما باید شفاکاران رو احتیاط کنیم چون که برای ما شفاکاران لازم است. از همین سبب در شفاخانه مرکز ما کارانتین قویدهاش رو جاری کردیم چون که اونجا عمل کردنشون در کار و امروز بسیاری از ناحیه من شکایت ها شد که ما بلنسه رفتیم ما رو قبول نکردن، گفتگی شکایت ها هم شد، لیکن ما برای ها فهموندیم که اون کسلی هایی که سبکتر یا که در دوام وقت اگر تبابت کرده می شود و ها در حدود های خودشون که بیم که نقطه های طبی هست در همونجا تبابت گرفتنشون ممکن و حالا که در شفاخانه مرکزی فقط کسلی هایی که وزمین حالت نمی بیاد یا که خدا نشونت اواری هم می شود یا که گویم که یک زنانی که حامله دارن برای تعلق کردن یا که اپراتسیایی که در وقتش کلم در کار همون چیزها ما اجازت دادگیم، لیکن دیگر کسل ها رو حاضر برای کارانتین قویدهاش ویران نکرم وقتین چه ما هم کسل ها رو علاجش باشد کمتر قبول کردن رو توصیه داریم. در نکته های طبی برای قبول کردن همه بیماران امکانیت ها هست؟ برای بیماران قبول کردن مؤسسه ها هست، در اونجا هم شفاکاران با محصولیت خدمت صاحب ملکه خدمت برده استودن، در این باره هیچ خیلی معما نمیشه. اگر یعنی شما گفتنید که کسل در حالت وزنی نباشد میتواند به نکته های طبی مراجعت کند؟ البته کمتر البته صبر کنیم، با صبر و متانت البته این کسلی را پسی سر کردن میتوانیم و باز این کسلی از بین میرد، فقط از ما طلب رعایت کردن به قاعده های قرنطینه میباشد. و در اینجا باز سوال های پیدا شده استاده است که در بین شفاکاران شفاخانه مرکزی نیز بیماری مذکور گویا معین کرده شده است، برای این چه میگه؟ در این باره این حقیقت دارد، یک نفر بیماری که در سیلوات شفاخانه هوشیار که تشکیل کرده شده است یک بیمار همون حیات او بیمار هم باشد، این خادم طبی میباشد که با همین کسلی دچار شده است. امروز برای گرفتن پیش راه همین بیماری در ناحیه و نیست کردن هم بیماری از حدود ناحیه کدام کارها به عمل تطبیق میگردند؟ باز ما برای پیشگیری همین کسلی ها دیزینفکسیا یعنی که تدبیرهای دیزینفکسیونی برده استوده ایم، لیکن یک چیز نگفته نمونم که یکم پیشگیری این کسلی باید هر یک شخص هیگین شخصی را رعایت کند، یعنی این سه یکم هر یک 20 منوت اند دستهایش رو با صابون شستن، هر یک 3 ساعت اند نقاب طبی رو اولش کرده استودن ایواز کردن، سیم مسئله همین که مسافه اجتماعی رو دائم نگاه داشتن، مسافه اجتماعی رو نگاه داشتن، ضرورت نباشد و دستان دهان بینی رو کمتر خطیدن رو تفسیر میتیم، سبب که وقتی که در دست اگر همون ویروس گذشته باشد همون اینفکسی باشد اگر و سبب همین دست آدم به گذشتنش خوفش بلند شده استوده است. من شما گفته استودید که وضعیت جدیتر بیماران هستند واقعا و در شفاخانه هوشیار تبابت گرفته استودند، لیکن آدم ها علاقه کردن به نقاب کسی را نمی بینیم در کوچه ها، لیکن نگه داشتن مسافه اجتماعی خیلی کم به نظر می رسد. بسیاری ها در یک جا جمع شده صحبت کرده استودند و من حاضر که ما شما صحبت کردیم در نزد ما حتی من به مسافه اجتماعی دیده استودید رعایت نکرده استودند. قاعده های قرنطین باز هم پرزورتر کرده نمی شوند در ناحیه. این چیز رو اول هر یک شخص
وقتی که من به همین کسل دوچار شدم از سرم گذشت، خیلی مندم تاثیراتی هم کلان گذارم بود، هم یک بیم که تجربه خودم به تجربه گرفتم و شاید طبیب نه بیمار طبیب میگویم، بیمار طبیب باید، شاید به تمام خلق میگم که هر یک شهروند سوخت زمین باید شخصی گیگیننده رعایه کند، دست خوش شد با صابون شود هر 20 منوط انده این نقاب طبی رو ایواز کند. این کسلی یک نم دو متر انده گذاشتن خوفش بلند دید، ای برای همین مقصد اجتماعی مسافه رو نگه داشتنش رو میخواهم. ما کارانتین رو جاری کردیم، دیزینفکس کار سودیم، لیکن با کوچه نظر میکنید طبی آدم خیره میشود، باور کنید بی مقصد در کوچه بی مقصد گویا که ماسک این برای فقط دیدن آدم ها ناید، یا که گویا که من از کوچه گذارم من دیده ماسکش میندازد، نیخوبش میندازد، یا خیلی رو بینید اگر ماسک رو در منه انداخته گید. این آخر هر یک چیز قانون دارد، قویده دارد، اگر ما همین قویدون و اگر رعایت نکنیم خدا نشان ندهد که فردا این آخرش چی شده میشه. هیچ کس کفالت داده نمیتواند که کسلی دیگر پهن نمیگردد. یک چیز دیگر رو گفته نمونم، خدا و هزار و شکر که حاضر در نوحیه ما پشتی اصارت همی کسلی یکان شخص وفات کردگی نیست. سببش که ما چخیل که طبی معالجه درکار باشد، چخیل که طبی دوره ها باشد، همش حیات وقتش انده هم کسلی ها انیخ کرده استوده ایم و زودی برده خونده استوده ایم. اون شخصانه که تفت یک روز دو روز حرارتش بلند میشد انیخ کرده استوده در ایزالیت رمان که وقتین چه همجا نگاه داشته استودن درکار باشد برده نگاه داشته استوده ایم. همین سبب هم باز در ناحیه سوخ این قدر پهن شده گیش نید، خدا و شکر. لیکن یک چیز گفتم اونم که کارانتین قویدهاش و با تمام عمل کردن در کار، صبر کردن در کار، همش خدا فرمان داشت. رحمت برای صحبت پرمضمون. بینندگان عزیز، چون دیدید و شنیدید در ناحیه بیماران هستند، وضعیت جدی است، البته با قاعده های قرنطین رعایت کردن ما و شما شرط است. من طوری که شفاکار گفته گذاشتند، با گفته های شفاکاران عمل کردن ما شرط است. در وضعیت امروز ما حق نداریم که گفته های شفاکاران را رعایت نکنیم، چون که امروز ما با دشمن ناپدید جنگ داریم و در این جنگ ما و شما را عسکران و افسران نه، بلکه شفاکاران قهرمانان زمان حمایه کرده ایستادند. و همین خاطر عزیزان، با گفته های شفاکاران، با توصیه های آنها، با قاعده های قرنطین رعایت نموده، التماس در خانه بمانید. تنها با همین رفتار ما و شما می توانیم همدیگر را از اینفکسی مذکور حمایه نماییم. رحمت باری دیگر خوش آمدید. برنامه های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید. موافق فرمان پرزیدنت ریاست‌جمهوری ازبکستان از 1 سپتامبر آغاز کرده، مقدار نفقه و کمک پولی زیاد کرده می شود. از 1 سپتامبر سال 2020 مقدار نفقه کمک پولی برای شخصانی از کودکی امکانیتش محدود، پیرانسالان و معیوبان که سابقه کاری لازمی ندارند به 10% زیاد کرده می شود که نسبت به نشانداد اینفلاسیای ماه های ینور ایول سال جاری 4.3% زیاد است. این به 2.8 میلیون نفر پیرانسالان، 687 هزار نفر آدمان معیوب و بیش از 210 هزار نفر آدمانی که سرپرستی خود را در دوره پاندمی از دست دادن کمک خواهد کرد. حالا مقدار نفقه میانه از 764 هزار سوم تا 841 هزار سوم زیاد می شود. مبلغ کمک پولی برای شخصان از کودکی امکانیتش محدود از 466 هزار و 680 سوم تا 513 هزار و 350 سوم می افزاید. غیر از آن، نفقه برای 37 هزار نفر پیرانسالانی که سابقه ضروری کاری برای گرفتن نفقه ندارند و در تمام دوره حیاتشان به فاند نفقه حصه پرداخت نکردند، به نفقه 315 هزار و 30 سوم زیاد کرده می شود. این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اینفورماسیونی پیام روز تلویزیون سرخ، و در همین جا به بخش اینفورماسیونی حسنی انجام میبخشیم و تکرار شود هم گفتنیم که با قاعده های قرنطین رعایت کنید، از خانه بیرون نبرایید، اگر به ضرورت بیرون براید نقاب طبی را فراموش نکنید، و باز میگوییم که
گرفتن پیش راه بیماری مذکور پیش از همه به رفتار ما و شما وابسته است. برنامه های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید.